تو این ویدیو میریم به فضای مجازی و اتفاقات فوتبالی رو زیر ذره بین قرار میدیم و در مورد حمله دوباره محمد مایلی کوهن به امیر قلعه نوعی صحبت میکنیم که شکایت کرده امیر قلعه و مصاحبهش رو با هم دیگه میبینیم. بزنید بریم ادامه ویدیو، با من حتما همراه باشید. با اعلام سهیل مهدی بازی های لیگ از روز 12 مرداد شروع میشه و با برنامه ریزی صورت گرفته احتمالا مسابقات تا هفته 6 جلو میره و بعدش تعطیل خواهد شد. مراسم معارفه امین حزباوی و سه بازیکن جدید از صدر رو میبینید. سومین حریف تدارکاتی استقلال مشخص شد. آبی پوشان منتظر دریافت پول. تیم فوتبال استقلال تهران فردا یکشنبه در سومین دیدار تدارکاتی خودش برای آماده سازی حضور در 23 دوره لیگ برتر فوتبال به مصاف آلومینیوم عراک میره و به بازیکنه استقلال هم وعده داده شده که دوشنبه بخشی از مطالباتشون پرداخت خواهد شد. واعظ آشتیانی مدیر عامل پیشین استقلال یه مصاحبه کرده و گفته که قربانزاده قربانی تصمیمات خودش شد. اون فکر نمیکرد آسمون روزی ابری بشه. ادامه داده که قربانزاده فضای ورزشو نمیشناخت و ورود بی‌محابایی به این حوزه داشت که این ورود به قربانزاده صدمه زد. اون توجهی به تلنگرها و توصیه‌ها نداشت و فکر میکرد آسمون یه روز ابری بشه. بعضیا فکر میکنن هر تصمیمی میتونه خوشایند خود و دیگران باشه. با این حال تصمیم و کار شجاعانه بر مبنای عقلانیت نه آزمون و خطا. آقای کرمانشاهی مسئول اجرایی باشگاه تراکتور گفته که کوچکترین تخلفی در باشگاه تراکتور رخ نمیده. با چند مهاجم توافق کردیم اما لحظه آخر نیومدن. شکایت مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال از قربانزاده. وکیل آجرلو گفته که قانون اجازه نمیده با آبرو روی افراد بازی کنید. همه یک دست دارن میزننش زمین. من خودم قربانزاده رو خیلی قبول دارم. حالا ممکنه به استقلالیا بر بخوره، ممکنه به پرسپولیسیا بر بخوره. معمولا کسی که انقدر درست کار میکنه همه فوتبالیا تیم میشن تا بزننش زمین. مشکل استقلال از وزارت ورزشه، خیالتون راحت. عجیب اما واقعی. استقلال بدون مربی بدنساز آماده حضور در لیگ. استقلال بدون حضور مربی بدنساز آماده حضور در لیگ برتر میشه و نکونام به تنهایی از طریق تماس‌های تلفنی با سسما برنامه‌های بدنسازی آبی پوشان رو پیش می‌بره. پیگیری‌ها نشون میده که مسئولای استقلال منتظر تأمین منابع مالی هستند تا هر چه زودتر مقدمات حضور دو دستیار خارجی نکونام رو فراهم کنند. بازی از 12 مرداد شروع میشه. هنوز باشگاه استقلال مربی بدنساز نداره. بازی استقلال و آلومینیوم هم بگم که در قالب بازی دوستانه فردا ساعت 17:30 بدون حضور تماشاگرا و اهالی رسانه در ورزشگاه پاس قوامین برگزار میشه. آریا برزگر مهاجم پیشین نفت مسجد سلیمان و مهاجم سابق پرسپولیس رسما به استقلال رفت. ویدیوی باشگاه ملوان برای معارفه محمد حسین منادی سنگربان جدید این تیم رو با هم دیگه ببینیم. منادی مصطفی سلیمانی وکیل علیرضا بیرانوند به عنوان مدیر حقوقی و رئیس کمیته انضباطی باشگاه هوادار معرفی شد. محمدرضا خالدآبادی با عقد قراردادی به استقلال رفت. قرارداد محمدرضا خالدآبادی با استقلال هم 3 سال است. اینم تیزر باشگاه استقلال برای محمدرضا خالدآبادی خرید جدید این تیم. اینم صحبت‌های محمدرضا خالدآبادی که گفته پیشنهادایی از پرسپولیس و تراکتور هم داشتم اما از امروز برای موفقیت استقلال تلاش می‌کنم و گفته که رقابت با حسینی باعث پیشرفت هر دوی ما خواهد شد. اینم استوری علیرضا بیرانوند و گفته که مصطفی جان برادر عزیزم انتخاب تو به عنوان مدیر حقوقی و رئیس کمیته انضباطی باشگاه هوادار تبریک میگم. امیدوارم در مسیر جدید زندگیت موفق باشی. همینی که میگم آقا انتظاراتتون از یه فوتبالیست بیارید پایین، انقدر ما نباید توقعمون رو ببریم بالا. اون کمیته انضباطی ز با دستدار نیست، با ز مریضه. اردوی تیم ملوان در تهران از امروز آغاز شد. اینم عکس یادگاری سرمربیان نساجی ایران و القادسیه عربستان. قبل از شروع بازی دوستانه نساجی و القادسیه، سید مهدی رحمتی و حامد شیری با رابی فالر بازیکن سابق و سرشناس لیورپول و سرمربی کنونی تیم عربستانی دیدار و گفتگو کردند. محمد رضا خالدآبادی گلر جدید استقلال بعد از امضای قراردادش در تمرین امروز آبی پوشان حاضر شد. اینم ویدیو باشگاه استقلال برای آریا برزگره. یه چرخش موقعیت گل، بله گل مساوی به ثمر میرسه. آریا برزگر
باشگاه پرسپولیس هم اومده یه بیانیه داده و گفته که آقا مطالبه رادوشویچ پرداخت شده، چون یه سری خبرگزاری ها اومده بودن کار کرده بودن که هنوز باشگاه پرسپولیس این اتفاق رو رقم نزده، اما خب باشگاه پرسپولیس شفاف سازی کرد. تیم نساجی مازندران هم تو دیدار دوستانه که گفتم به مسافه القادسیه رفته بود 3-1 موفق شد این تیم عربستانی رو شکست بده. حسین کنعانی زادگان هم گفته که برای پرسپولیس هیچ غیر ممکنی نداریم و گفته که امیدوارم از این گلای ایسکایی تو رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا بزنم. اسماعیل آچیزاده به عنوان مدیر تیم فولاد خوزستان انتخاب شد. شکست سنگین زوباهن مقابل مس کرمان در دیداری تدارکاتی. عصر امروز تیمای زوباهن و مس کرمان طی دیداری دوستانه در تهران مقابل همدیگه قرار گرفتن که در پایان کرمانیا با نتیجه 4-0 فیروز شدند. علیرضا ابراهیمی مدافع اسبق پرسپولیس با امضای قراردادی به مس کرمان در لیگ 1 رفت. این هم تصاویری از تمرین امروز استقلالیا که روز پرفشاری را پشت سر گذاشتن. 1.5 ساعت به مرور تاکتیکای خودشون برای بازی دوستانه مقابل آلومینیوم پرداختن. مرداد آرمین سهرابیان هم تمرینات انفرادی را انجام دادن. مرساد سیفی مدافع چپ 21 ساله نساجی و تیم امید ایران با باشگاه استقلال وارد مذاکره شده و در صورت رضایت نساجی این بازیکن جوانم آبی پوش خواهد شد. اما دو بازیکنی که به تازگی به باشگاه پرسپولیس لینک شدن کیان؟ ایجنت یورگن لوکادیا که حالا امتحانش هم پس داده، مهاجم سابق پرسپولیس رو میگم، لوکادیا تو روزهای گذشته رزومه یه مهاجم اهل کنگو رو برای سرمربی سرخپوشا ارسال کرده. پیگیری ها مشخص کرد بنیک آفوبه مهاجم 30 ساله کنگویی به گل محمدی معرفی شده و سرمربی پرسپولیس در حال بررسی این بازیکنه و قراره در چند روز آینده نظر خودش رو در مورد این بازیکن اعلام کنه. آفوبه سابقه بازی در پایه‌های آرسنال و بزرگساله ولورهمپتون، بولتون، میلوال، استوک و ترابزون ترکیه رو داره و آخرین باشگاه اون در حتی امارات بوده. یه دفاع چپم معرفی شده. حالا برخی واسطات روزهای اخیر یه مدافع چپ اهل کشور تونس رو هم به سرمربی پرسپولیس معرفی کردن. اون کیه؟ مرتضی بن اوانس تونسی و 29 ساله گزینه معرفی شده به یحیاس که فصل قبل عضو کاسیمباشای ترکیه بوده. بن اوانس سابقه 6 بازی ملی رو داشته و ارزش 1.5 میلیون یورویی در ترانسفر مارکت رو داره. این بازیکنم از طریق ایجنت یورگن لوکادیا معرفی شده. گفتم حالا شما رو در چند و چون کار قرار بدم. اما بریم در مورد محمد مایلی کوهن صحبت کنیم. همون حاجی مایلی آشناستا، یعنی از شکایت قلعه نوی خوشحالم. این محمد مایلی کوهن گفته. شاید اونایی که محمد مایلی کوهن نمیشناسن گمان میکردن بعد از اعلام رسمی شکایت قلعه نوی مایلی کوهن کمی کوتاه بیاد و با عذرخواهی ماجرا رو تموم کنه، اما اونایی که حاجی مایلی رو میشناسن و سوابق مشخص اون رو به یاد دارن میدونن که مایلی کوهن با شکایت و شکایت کشی پا پس نمیکشه و اصلا سرش درد میکنه برای شکایت و شکایت کشی. مایلی کوهن در مصاحبه با سایت روزنامه قدیمی اطلاعات خیلی طوفانی تر از قبل شروع کرده و پرسیده این آقا مگه نمیگفت در این مملکت 40 سال ظلم میشه؟ پس چطوری الان مورد لطف قرار گرفته و سرمربی تیم ملی شده؟ حرفای آدما که پاک نمیشه، همه جا هم ثبت شده اون مصاحبهش. تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت، فقط ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم. واقعا میگم 40 سال من دیگه از کاپتان جوانان تیم ملی بودم، از 42 سال تو ورزشم، همه چیزو دیدم، ظلمم دیدم، هیچی هم همش هم علکیه. قلعه‌نویی بعد از بازی 13 مرداد 1401 مقابل استقلال در نیمه نهایی جام حذفی ایران جملاتی در پخش زنده تلویزیون و بعد از پایان بازی استقلال و گلگهر در جام حذفی و شکست گلگهر مقابل استقلال جملاتی جنجالی و باور نکردنی به کار برد. البته بعدتر قلعه‌نویی حرفاشو اصلاح کرد و گفت متاسفانه از صحبت‌های من سوء برداشت شده. حرفای من مربوط به حوزه ورزش و فوتبال بود. من در ابتدا هم گفتم که 40 سال پیش از زمانی که کاپیتان تیم ملی جوانان ایران بودم به من ظلم شد و از تیم خط خوردم و هنوزم معتقدم. تو این سالها ظلم بسیاری به من شده. در هر حال قلعه‌نویی چند ماهی از حضور در میادین فوتبال محروم شد. مایلی کوهن در گفتگوش ادامه میده که خدا رحمت کنه آقای حجازیو. شما یادتونه چه بلایی سر اون مرد آورد؟ بنده مصاحبه‌های مرحوم حجازیو دارم که اگه
اگه خواستین براتون میفرستم. یا اصلا مرحوم منصور خان پورحیدری، شما برید بررسی کنید که این فرد اون سالا با کدوم رزومه رفت نشست روی نیمکت استقلال. دست منم بشکنه که توی مقطع با توصیه آقای پروین به تیم ملی دعوتش کردم. مالی کوهن نتایج گلگهر رو با نتایج مثل رفسنجان مقایسه کرد و به قلعه نوئی طعنه زد. این فرد که چند سال در گلگهر سیرجان بود و اون همه هزینه کردن چه مقام هایی رو به دست آورد؟ چندم شد. در عوض تیم دیگه اون منطقه یعنی مثل رفسنجان با آقای ربیعی چندم شد. سرمربی اسبق تیم ملی ایران گریزی هم به عملکرد قلعه نوئی در استقلال زد و گفت مگه همین آقا به خاطر طلبش پنجره استقلال رو نبست؟ ببینید اون زمانا اینا چقدر پول میگرفتن که طلبش شده بود 810 یا 815 میلیون که باشگاه 800 میلیون رو داد و اینم تا اون 10 15 میلیون رو نگرفت رضایت نداد. از یه دینار هم نگذشت و بعدم مدعی استقلال رو دوست داره. مایلی کوهن پیشکسوتونو از پادرمیونی برای حل اختلافش با قلعه نوئی من کرده و گفته اصلا دنبال این حرفا نیستم. منتظر دادگاهم و فقط امیدوارم منصفانه باشه. مایلی کوهن یه بارم به خاطر مصاحبه‌های تندی که علیه علی دایی انجام داد بازداشت شد و 5 روز در ندامتگاه اوین گذروند. در اون مورد مایلی کوهن به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، اما علی دایی با پادرمیونی بسیاری از اهالی فوتبال اعلام رضایت کرد و شکایتش رو پس گرفت و مایلی کوهن آزاد شد. حالا باید ببینیم شکایت قلعه نوئی از مایلی کوهن تا کجا ادامه داره. خیلی جنجالیه. محمد مایلی کوهن، امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. به نظرتون حق با کیه؟ یعنی مایلی کوهن حق میگه، صحبتش درسته، یا امیر قلعه نوئی؟ این زیر واسم بنویسید با دلیل ها، یعنی ننویسید تک امیر قلعه نوئی حق داره، تک محمد مایلی کوهن حق داره، با ادله. دمتون گرم. لایک و سابسکرایب رو بزنید. آقا لایک رو بزنید تا ویدیوم به بقیه دوستانم پیشنهاد بشه. فعلا.